رو مبحث خادم. البته دوستای تجربی اگه اضافه نشدی اضافه شو، اینجا هست. سوال 100% کنکور هم هستا، فقط چگالی سطحی رو نداشتید. ببین خازن چیه؟ من یه توضیحی میدم در مورد اینکه خازن چه کار میخواد بکنه و اون چیزی که مهمه در واقع مسئله ها و سوالات مفهومی خازنه. تعریف خود خازن خیلی توی کتاب درسی شما بولد نیست و مهم نیست. میگه خازن از دست ابزار الکتریکی است که برای ذخیره بار الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد و دارای انواع تخت یا استوانه‌ای، مسطح، کروی و غیر است. خب من همینجا یه ابهام برام پیش میاد. خازن وظیفش ذخیره باره. خب من باتری هم برای از همین در واقع استایل داره استفاده میکنه. توی باتری هم ما داریم از ذخیره بار استفاده میکنیم. پس چرا اصلا خازن نیازه؟ آفرین. یادت باشه یه فرق خیلی بزرگی که بین خازن ها و باتری ها وجود داره سرعت تخلیه بارشونه. قبوله؟ دقیقا درسته. خازن ها همون رفتار باتری ها یا پیل ها رو دارن انجام میدن. مثال ساده بزنم در مورد خازن دیده باشید. ماشین هایی که سیستم های صوتی خفنی روشون بسته میشه، اگر دقت کرده باشید پشت شیشه شون کپسول هایی وجود داره. اون کپسول ها چی هستن؟ خازنن. خازن برای چی استفاده میکنه؟ بار توی اون ذخیره میکنه، زمانی که میخواد اون سیستم اتومبیلش رو روشن بکنه و صداش رو زیاد بکنه نیاز به بار زیاد، نیاز به انرژی زیادی داره اون سیستم. خب برق ماشین نمیتونه به تنهایی تأمین بکنه، اونها میان توی مدار و کمکش میکنن و اون بیس و اون صدا شروع میکنه تولید شدن. این یک مدلشه. یا نمونه دیگش، شما زمانی که میخواید عکس برداری کنید محیط تاریکه نیاز به روشنایی دارید. فلش دوربینتون زمانی که عکس میگیرید یک نور خیره کننده داره ایجاد میکنه، اون همون لحظه ایه که خازنش داره توی مدار قرار میگیره و به شما بار میده و اون تخلیه چون سریع اتفاق میفته یک نور خیره کننده داره. یکی دو تا مثال دیگه هم پایین تر میزنیم و میریم جلو. خب انواع خازن. خازن تخت، خازنی که ما توی کتابمون در موردش فرمول هم داریم و استفاده میکنیم، از دو صفحه رسانای فلزی که به موازات یکدیگر قرار دارن تشکیل شده. بین این صفحات یک نارسانا یا دیالکتریک قرار دارد. البته میتونه هیچی هم وجود نداشته باشه. هیچی تو فیزیک وجود نداره، هیچی همون هوا میشه، چون ما هر محیط فیزیکی رو که داریم در نظر میگیریم اگر میگیم هیچی یعنی خلا. هوا خودش یک نارسانا حساب میشه. یادت باشه که اگر هوا رو بگه کاش یکه. حالا داریم جلوتر میفهمید. شارژ خازن، هرگاه مطابق شکل خازنی رو به یک پیل، پیل همون باتریه، البته توی واقعیت همون باتری نیستا، مجموعه از پیل ها تشکیل باتری رو میدن ولی توی کتاب شما فرق بین اینها نگرفته، پیل همون سل هست در واقع. الکترون ها از پایانه منفی پیل به صفحه آ حرکت میکنن و در اثر القای متقابل از صفحه بی الکترون را دور میکنن. این عمل تا زمانی اتفاق میافتد که اختلاف پتانسیل صفحات خازن با اختلاف پتانسیل پیل برابر شود. نگاه کن، این باتریه، این خازنه. فرق خازن و باتری توی نمایش دادنشون توی مدار چجوریه؟ اینجوریه. ببین خازن دوتا پایش یکسانه، دوتا صفحه موازی رسانه هم اندازه است، اما باتری ها یک پایانه مثبت دارن که بلنده، یک پایانه منفی دارن که کوچیکه. نگاه کن، پایانه مثبت، پایانه منفی. ببین میگه چه اتفاقی میفته. الکترون از آ شروع میکنه میاد چرخش، آ میاد تا اینجا، قبوله؟ خب این ور نگاه کن، بار الکترون زیاد میشه، تعادل به هم خورده، بر اثر القا یکی از اون الکترون ها کنده میشه و میاد اینجا، قبوله؟ بعد دوباره این حرکت، این سیکل هی مرتب تکرار 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 میشه. خب وقتی که این داره تکرار میشه عملا چه اتفاقی میفته؟
ببین خازن شما در حال شارژ شدنه. تا که این کار انجام میده، تا زمانی که در واقع اختلاف پتانسیل خازن شما با باتری یکی بشه. یه نکته خیلی مهم، هر چقدر که این الکترون ها میرن، ابتدا سریع القا اتفاق بیفته، دفعات بعدی سخت‌تر میشه. چرا؟ چون کندنش سخت میشه. قبول، اینها دیگه جلوتر که میرن به راحتی نمیخوان بار رو چکار بکنن، الکترون رو از روی این صفحه ها بکنن و تحویل در واقع مدار بدن. دشارژ شدن خازن. ببین اگر یک خازن باردار رو به یک مصرف کننده متصل کنیم، یا به نحوی دو صفحه خازن رو با سیم به هم وصل کنیم، دیگه خازن شما نحوه انتقالش، ببین انتقال الکترونش اینجوری نیست که بیاد یه سیکلی رو بچرخه، مستقیما میفرسته میره توی صفحه بعدی. میگه در این حالت چه اتفاقی میفته؟ میگه الکترون ها از صفحه منفی به صفحه مثبت منتقل میشوند تا هر دو صفحه رو چیکار کنن؟ خنسا کنن. خب در این صورت میگیم دشارژ شدن یا تخلیه خازن اتفاق افتاده. بعدش پدیده فروشکسته. میگه هرگاه خازن رو به ولتاژی بیش از ولتاژ قابل تحملش وصل کنیم، عملا در یک لحظه دی الکتریک بین صفحات رسانا شده، که به این پدیده فروشکست گفته و یا در اصطلاح میگوییم خازن سوخته است. خوب اینجا رو نگاه کن، اگر این صفحات خازن باشه، ابتدا یک ماده دی الکتریک مانند این وسط قرار داره، درست شد؟ خب این دی الکتریک جنسش چیه؟ گفتیم نارسانه. میگه وقتی ولتاژ زیاد بشه، این دی الکتریکه عملا تبدیل به چی میشه؟ رسانا میشه. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که این دوتا صفحه، خب ببین، بیان به هم بچسبن. خب وقتی این صفحات به هم بچسبن، عملا فروشکست شما اتفاق افتاده. مثال شماره 75 گفته یک خازن خالی رو به یک باتری وصل میکنیم، نمودار بار ذخیره شده در خازن را بر حسب زمان رسم کنید. من اگر یک نموداری رو بخوام رسم بکنم، ببین گفته نمودار چی؟ بار بر حسب زمان. خب این محور رو میذارم تی، این محور رو میذارم کیو. ببین من قبول دارم که ابتدایی که دارم وصلش میکنم به شارژ شدن، خازن من داره شارژ میشه، سرعت انتقال بالاه. چرا؟ چون صفحات چیزی رو ندارن، به راحتی انتقال الکترون رخ میده. اما رفته رفته سرعت کم 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 میشه و یه جای دیگه متوقف میشه. اونجا جاییه که پر شده. پس من میتونم بگم شکل نمودار من یه همچین حالتی میشه. بعد از یه مدت دیگه این یک خط افقی میشه. اونجا لحظه ایه که خازن شما کاملا پر شده. اگر توی این زمینه جای ابهام داری، یه مثال ساده بزنم. گوشی موبایلتو وقتی میخوای بزنی شارژ بشه، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 خیلی زود اعداد پایینی میره بالا. هرچی که میره بالاتر کندتر میشه. دیدی بعضی وقتا نگاه میکنی میبینی 99، بعد تا بخواد بشه 100 کلی زمان طول میگشه، 1%. اما چه اتفاقی داره میفته؟ سرعت انتقال خیلی اومده پایین، بنابراین زمان بیشتری میبره. پس نمودارش به هیچ وجه نمودار خطی نیست. خب بریم حالت ب همین سوال رو هم حل بکنیم. توی حالت ب گفته اگر یک خازن پر شده رو به یک مصرف کننده ما بیایم وصل بکنیم، نمودار تخلیه چجوری است؟ خب من میام این رو میکشم، ببین میخوام نمودار تخلیه بار خازن یعنی کیو رو بر حسب تی بیام چه کار بکنم؟ رسم کنم. من میدونم ابتدا سرعت تخلیه فوق العاده بالاست. گوشیه یادته وقتی میخواست شارژ بشه درصد صدش خیلی سخت به دست میومد، اما از 100 به 99 گوشی رسیدن خیلی کار آسونی. اتفاقا اون آخرا که میاد میبینی شارژ خیلی طول میکشه تا در واقع تخلیه بشه. پس نمودارش یک نمودار این حالتی میشه و در نهایت میاد و باتری شما کاملا خالی میشه. باتری یا همون خازن شما اینجا. ما از نظر رفتاری جز توی زمین سرعت تخلیه فعلا خب
تفاوتی رو توی حرفامون نمیذاریم و خازن و باتری شبیه هم عمل میکنن، ولی در واقعیت به هیچ وجه اینجوری نیست. انواع خازن ها، ببین با خازن تخت رو در مورد مفصل بحث میکنیم چون مبحث درسمونه، اما اینها رو صرفا جهت آشنایی بدونید بد نیست. خازن میکا، در این خازن ورقه های نازک میکا بین صفحه های از جنس قلع قرار میدهیم. در این خازن ورقه های قلع را یکی در میان به هم وصل میکنند. خازن های سرامیکی، دی الکتریک در این خازن همونجور که از اسمش مشخصه از جنس سرامیک هستند و به شکل عدسی میباشند. درست شد؟ خازن ورقه، این خازن ها معمولا از دو ورقه آلومینیوم یا قلع ساخته شده و بین آنها کاغذ آغشته به روغن قرار دارد. این ورقه ها را لوله کرده و در محفظه پلاستیکی قرار می دهند. بریم برای خازن بعدی، خازن های الکترولیتی. خازن هایی هستند که بین صفحات آنها اسفنج های آغشته به موادی مانند فسفات یا کربنات قرار دارند. ابرخازن ها، در این خازن ها نوع الکترولیت استفاده می شود که مساحت مؤثر آن بسیار بسیار زیاد است و ظرفیت بالای ایجاد می کند. و آخرین خازن هم خازن متغیر، میگه تعدادی از صفحات این خازن ها ثابت و تعدادی متحرک است، بنابراین با حرکت صفحه های متحرک ظرفیت خازن تغییر خواهد کرد. نکته، یکی از فرق های باتری و خازن ها سرعت تخلیه انرژی آنهاست. معمولا باتری ها انرژی را با آهنگ کمی در مدار تخلیه می کنند، ولی خازن باردار این انرژی را با آهنگ زیادی در مدار تخلیه می کند. این تغییر را به راحتی می توان در فلاش دوربین ها مشاهده کرد که خازن با سرعت انرژی را تخلیه می کند و نور خیره کننده ای را ما مشاهده می کنیم. کاربرد خازن در دستگاه دفیبریلاتور یا رفع لرزش نامنظم قلب. در این دستگاه یک خازن با ولتاژ بالا که در حدود 6000 ولت است شارژ شده. این خازن با تخلیه سریع انرژی خود در زمان کوتاه منجر می شود که پالس قوی به بیمار قلبی منتقل شود و منجر به احیای کارکرد قلب شود. بله، این همون دستگاه شوک الکتریکیه که شماها توی اتاقهای عمل بیمارستانها می بینید. خیلی وقتا توی فیلمها هم دیدید زمانی که نوار قلب یک فرد، اون ضربان قلبش داره به صورت یک خط ممتد در میاد، میان و یک شوک الکتریکی بهش وارد میکنن. این شوک وظیفش اینه که با یک در واقع نیروی انرژی عظیمی که آزاد میکنه برای اون فرد، این قلب رو چکار بکنه؟ دوباره به نوسان درش بیاره. البته شما میدونید همه آدم ها یا بیشتر آدم هایی که دچار حملات قلبی میشن و مجبور میشن که از این شوک ها استفاده بکنن براشون، بعدن آثار سوختگی روی سینه هاشون مشاهده میشه، به اضافه اینکه خیلی هاشون دچار شکستگی دنده میشن. چرا؟ چون داره به شما میگه این خازن داره انرژی زیادی رو سریع تخلیه میکنه و ولتاژ بسیار بالایی رو داره و اون شوک باعث میشه که در واقع عواقب یا تبعاتی رو داشته باشه، که هرچند برای بیماری که داره فوت میکنه اگر زنده بمونه، زنده موندن با یک مثلا مقدار کمی سوختگی قطعا بهتر از مردن با مثلا بدون سوختگی هستش. ظرفیت خازن یا کپسیتی یک خازن، نسبت بار ذخیره شده به اختلاف پتانسیل دو سر خازن رو میگن ظرفیت خازن. ظرفیت خازن رو با چی نشون میدن؟ C که میشود Q تقسیم بر V یا کیو کوچک تقسیم بر وی. کتاب شما و کلن کتاب نظام جدید بیشتر تمرکزش روی اینه که با کیو بزرگ بار رو نشون بده، اما خب اکثر کتاب ها و اکثر رفرنس ها با کیو کوچیک نشون میدن. من هم به شخص خودم با کیو کوچیک راحت ترم و کیو کوچیک استفاده میکنم، هیچ فرقی بین این دوتا نیست. کیو کولون وی ولت، پس سی میشود کولون بر ولت،
که اصطلاحا اسم چی رو روش گذاشتن؟ فاراد رو گذاشتن. ظرفیت خازنها بر حسب فاراد هست. خب مثلثی رو دارید میبینید که دوستانی که قبلا هم با ما آشناییت داشتن توی کتاب دهم مثلث رو در مورد چگالی دیده بودن، درسته؟ مثلث به این صورته که کیو مساوی می شود با سیوی. هر کدوم رو که از شما خواست قبوله، نگاه می کنی ببینی معلوماتت کجا هست و می بینی مثلا سی رو از من می خواد، دستم رو می زارم روی سی، میشه کیو تقسیم بر وی. در واقع وی رو می خواد، کیو تقسیم بر سی. مثلا کیو رو می خواد، میشه سی ضرب در وی. و به راحتی می تونی با این مثلث چه کار بکنی؟ مقدار رو به دست بیاری. مثال شماره 76 گفته اختلاف پتانسیل دو سر خازنی را دو برابر می‌کنیم، ظرفیت خازن چند برابر می‌شود؟ خب ببین سی گفتیم می‌شود چی؟ می‌شود کیو تقسیم بر وی، قبوله؟ به شما داره میگه وی رو چه کار می‌کنی؟ دو برابر می‌کنی. سی چند برابر میشه؟ خب مطمئن باش این هم چی میشود؟ دو برابر. پس سی شما چی میشه؟ کانستنت، ثابته. یادت باشه برخلاف اینکه توی فرمول رابطه خطی شما داری میبینی خب و فکر میکنی که مثلا این وی اگه زیاد بشه سی کم میشه، اصلا اینجوری نیست. ظرفیت یک خازن جلوتر در فصل بعدی میخونید، خب ظرفیت یک مقاومت فقط و فقط به ساختمانشون بستگی داره. هیچ جوری شما جز تغییر ساختمان نمیتونی سی رو افزایش بدی. اگر پارامتری رو زیاد میکنی، اون یکی پارامتر بازی داره تغییر میکنه، اینو حتما حواست باشه. پس هیچ وقت سی شما تغییر نمیکنه الا زمانی که خازن در واقع بیاد ساختمانش دست بخوره، که جلوتر در مورد ساختمان خازن و فرمولش میگیم و کلی خودمون دستش میزنیم و تغییرش براش ایجاد خواهیم کرد. مثال شماره 77 صفحات یک خازن رو توسط یک باتری 200 ولتی به اندازه 100 میکروکولون پر میکنیم، ظرفیت خازن را بیابید. خب ببین چی رو از من میخواد؟ سی رو میخواد، درسته؟ یادته اینجوری بود دیگه، کیو سی وی. من سی رو که میخوام میشود چی؟ کیو تقسیم بره وی. خب کیو من چنده؟ 100 میکروکولون در 10 به توان منفی 6. وی چنده؟ 200 ولت. 100 با 200 ساده میشه، نیم در واقع میکرو فاراد خواهد شد. ظرفیت خازن شما نیم میکرو فاراد میشود. مثال شماره 78 نمودار بار ذخیره شده بر حسب اختلاف پتانسیل بین صفحات یک خازن کدام است؟ خب من میام اول محور رو میکشم، گفته نمودار چی رو بگو؟ نمودار کیو رو بگو، درست شد؟ بر حسب چی؟ وی. خب رابطه چی بود؟ کیو مساوی سی وی. مگه نگفتیم سی یک عدد ثابت کانستنت، پس مثل خط ایگرگ مساوی آیکس می شود. بنابراین نمودار شما به این حالت میشه، شیب خط شما توی نمودار کیو وی شیب خطت همون سی یا ظرفیت خازنت خواهد بود. عوامل مؤثر بر ظرفیت یک خازن. ببین خازن شما به مشخصات ساختمانیش وابسته است که سی می شود، یک رابطه ای داره به اسم کا اپسیلون صفر آدیوم که پارامترهایی که داره یکیش مساحته، هر چقدر مساحت بیشتر باشه به تبع ظرفیت خازن شما بیشتر می شود. دی فاصله بین دو صفحه است، هر چقدر بیشتر بشه ظرفیت خازن کم میشه، قبوله؟ کا یک عدد ثابت، اپسیلون صفر هم یک ظریف هست. پس من میتونم بگم عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن، ظرفیت خازن وابسته به مشخصات ساختمانی آن است. ظرفیت خازن با مساحت مؤثر صفحات دیالکتریک و
در واقع دیالکتیک بین دو صفحه رابطه مستقیم داره و با فاصله دو صفحه از هم رابطه معکوس داره. فرمولی که داریم اینه: C مساوی می شود با K اپسیلون صفر A دیوم، که A من مساحت بر حسب متر مربع، D من فاصله دو صفحه است بر حسب متر، K ثابت دیالکتریکه که یکان نداره. اما شما بایستی یه چیزی رو در موردش بدونی، K مینیمومش چنده؟ یکه، که مربوط به هواه و مابقی کاها بیشتر از یک میشن. درست شد؟ خب و اپسیلون صفر هم که ضریب گذردهی خلا میباشه که قبلا باهاش آشنا شدید. خب مایکل فاراده دریافت که با قرار دادن یک ماده عایق مثل شیشه، میکا، چوب و غیره ظرفیت خازن افزایش می‌یابد. پس میتونم بگم آقای فاراده اول ظرفیت اینجوری به دست آورده، گفته سی صفر میشه اپسیلون صفر آ دیوم. اگر یه چیزی رو بین صفحات خازن بزنم، ببین الان این برای اینه، این فرمول برای خازنیه که بینش هوا وجود داره، قبوله؟ توی اینجا خب این فاصله در واقع میشود دی شما، این رو اگر بیایم دو بعدیش بکنیم در واقع آه شما میشود، اون اپسیلون هم که ضریبه هیچ. حالا اگر سی شما بخواد بشه کاسی صفر یعنی چی؟ یعنی همین شکل رو دارم من، قبوله؟ فقط چه اتفاقی افتاده؟ نگاه کن، بینش اومدم یک ماده عایقی رو قرار دادم، بنابراین چون مشخصاتش که همونه، فقط سی می شود کا در سی صفر، که میتونم به راحتی مقدارشم به دست بیارم. مثال شماره 79 گفته بین صفحات یک خازن هواست، پس نتیجه گیری اینه که کامون چنده؟ یک. اگر بدون تغییر مساحت، پس آی شما هم ثابت، سی تی ای یعنی کانستنت ثابته، و فاصله صفحات ای دی هم چیه؟ کانستنته، یک تیغه شیشه‌ای بین صفحات خازن قرار داریم، ظرفیت خازن چگونه تغییر میکند؟ خب سی اولیه من بوده چی؟ اپسیلون صفر آ دیوم، این میشده سی یک. سی دو چی میشود؟ میشه کا اپسیلون صفر آ دیوم. من میدونم کمترین مقدار کا که یکه برای هواه، پس این کا بزرگتر از یکه، بنابراین سی دو شما افزایش خواهد داشت، سی دو قطعا چی میشه؟ ظرفیتش بیشتر میشه. مثال شماره 80 گفته اگر فاصله بین صفحات یک خازن رو نصف کنیم، پس نگاه کن دی دو داره میشه یک دوم دی یک، و مساحت مؤثر صفحات نیز دو برابر شود. خب پس آ دو دو تا چی بشه؟ آ یک. از چه دیالکتریکی برای خازن جدید استفاده شود تا ظرفیت دو خازن برابر شود؟ پس سی یک مساوی سی دو. ببین اولا داشته شما اینا رو کم کم بایستی در واقع سریع حل کنی بره. چطور؟ دی که نصف بشه ظرفیت دو برابر، آی شما دو برابر بشه ظرفیت باز دو برابر، پس ظرفیت خازن جدید چهار برابر خازن قبلیه. خب اگه قراره کا جبران بکنه بایستی کاش یک چهارم بشه که با قبلی کاملا یکی بشه. حالا با هم حل میکنیم، سی یک مساوی سی دوه، پس من از اینجا میتونم بگم کا یک اپسیلون صفر آ یک دی یک میشود کا دو اپسیلون صفر آ دو به دی دو. خب میتونم اپسیلون صفر رو با هم خط بزنم، آ یک من با آ دو خط میخوره شده چند تا؟ دو. از طرفی دی یک من دو تا دی دوه، پس اینو با این خط بزنم این میشه دو. نتیجه ای که میتونم بگیرم اینه که کا یک میشود چهار تا کا دو، پس کا دو میشود یک چهارم کا یک. قبول؟ مثلا میتونه چی باشه؟ میتونه مثلا شیشه ای خب ابتدا بوده باشه، بعدن که این مشخصاتو داری برمیداری کلن شیشه رو هم در بیاری و هوا باشه که یکه، اون موقع شیشه مثلا چهار بوده هوا یکه، پس ظرفیت خازن به خاطر برداشتن اون میشه یک چهارم، و یا هر حالت دیگه
در نهایت اینه که شما دی رو در جهت افزایش ظرفیت کم کردی، آ رو در جهت افزایش ظرفیت زیاد کردی. برای که سی تغییر نکنه بایستی کار رو کمش بکنی و یک چهارمش بکنی. مثال 81 گفته اگر در یک خازن فاصله بین صفحات 1 سانتی متر، خب یعنی دی من 1 سانتی متر یا در واقع 1 ÷ 10^-2 متر و بین صفحات با شیشه کای چند؟ 5. خودش کاشونو بهت میده، شما نیاز به حفظ کردن کای نیست، فقط بدون هوا 1. مساحت هر صفحه چقدر باشد؟ پس آی من مجهوله تا ظرفیت خازن 4 میلی فاراد باشه. پس سی من 4 ÷ 10^-3. خب من میتونم بگم سی میشود که اپسیلون صفر آدیوم. از اینجا میتونیم بگیم که مقدار سی ما میخواد بشه 4 ÷ 10^-3 مساوی است با کای من که 5، اپسیلون صفر رو داده 8 ÷ 10^-12، ضرب در آ رو به من نداده خواسته، تقسیم بر دی من که 1 سانتی متر یا 10^-2 هسته. شب من میتونم بگم 10^-2 رو با این 10^-12 ساده میکنم، میشه 10^-10 که بیاد پایین، این میشود 10^-10. قبوله؟ خب 5/8 میشه 40، تا 4 با این میزنم، 0 هم با یکی از 0 این، اینم میاد اینجا ضرب میشه. پس من میتونم بگم مقدار آ میشه 10^-3 در 10^-9 که میشود 10^-6 متر مربع. یک خازن عجیب قولپیکر. برای چی؟ برای اینکه ظرفیت 4 میلی فاراد رو ایجاد بکنه. شما پس میتونی بفهمی چرا اکثرا در مورد ظرفیت های میکروفاراد نانوفاراد داره صحبت میکنه. انرژی خازن یکی از این قسمت هایی که طراح خیلی خیلی ازش سوال میدن و سوالاتش هم خداییش آسونه. بریم ببینیم انرژی خازن چی میگه. میگه هنگامی که یک خازن رو به مولد وصل میکنیم، بارها روی صفحات خازن منتقل میشود. در واقع کار انجام شده توسط باتری به صورت انرژی پتانسیل در میدان الکتریکی خازن ذخیره میشود. رابطه اصلی اینه U مساوی 1/2 Q ÷ V که دو تا رابطه از تو دلش میاد بیرون. چجوری میاد بیرون؟ کافی شما به جای کیو بذاری سی وی، میشه 1/2 CV2 و کافی به جای وی بذاری کیو به روی سی، رابطه دوم میاد. آقا کدوم رابطه مهمتره؟ هر سه تا رابطه مهمن. جالبه رابطه اصلی ما اینه، اما این دوتا برای ما کاربردهای بسیار بیشتری دارن. بریم سراغ نکته. به طور کلی در دو حالت ساختمان خازن را تغییر می‌دهیم. یک، در حالی که خازن به باتری وصل است، ولتاژ ثابت است. ببین شما بارها شده گوشی موبایلتون رو می‌زنید با شارژر به برق. ما اگر فرض بکنیم شارژ شدن مراحلش باتری شما و این خازن یکی باشه، قبول داری روی باتری موبایلت یه علامتی نشون داده میشه. یعنی چی؟ یعنی ولتاژی که توی برق هست یا داره با ولتاژ خازن یا باتری شما یکیه. پس زمانی که خازن به مولد وصله، ولتاژ شما ثابته، وی شما ثابته. بنابراین همیشه باید یادمون باشه وی توی این حالت ثابته. اگر در این حالت تغییری در ساختمان خازن ایجاد شود، یعنی سی تغییر کند، چون وی ثابت است داریم، وی من ثابته، کیو میشد سی وی. آقا وی که ثابت باشه وی خط میخوره، پس کیو متناسب با سی میشه. یو میشد 1/2 CV2، وی دو من چیه؟ حذف میشه، پس یو من متناسب با سیه. یعنی میتونم بگم کیو دو به کیو یک توی این حالت میشه سی دو به سی یک و یو دو به یو یک هم میشود سی دو
به C1، رابطه بسیار بسیار مهمیه. یه نکته دیگه هم داریم که با هم دیگه میخونیم. حالت دوم، در حالیه که خازن از باتری جدا شود، بار خازن ثابت است. آقا همون گوشی موبایل رو در نظر بگیر، اگر از شارژر جداش بکنیم، باتریش اگر روی عدد 83 باشه، قبول داری همون عدد میمونه؟ یعنی چی؟ یعنی شما بارایی که داخل این باتری کردید، حالا ما اینجا داریم شبیه سازی میکنیم، داستان ما خازنه، بارهایی که داخل این خازن کردیم ثابت میمونه. پس توی این حالت بار خازن ثابت است. اگر در این حالت تغییری در ساختمان خازن ایجاد کنیم، یعنی سی رو تغییر بدیم، میتونم بگم کیو من که ثابته، وی میشود کیو به روی سی، پس کیو که میره کنار، یو هم میشه کیو دو به روی دو سی، بازم کیو میره کنار، وی متناسب با یک به روی سی، یو هم متناسب یک به روی سی، پس رابطه مقایسه ای وی دو به وی یک، سی یک به سی دو، همین رابطه رو میتونم بگم میشود یو دو به یو یک. بنابراین میتونم بگم توی روابط یو، پارامتری که توان دو داره رو ازش زمانی بیشتر استفاده کن که اون پارامتر ثابت باشه. اینجا نگاه کن، کیو ثابته، از این رابطه یه کیو دو به دو سی استفاده کردم. قبلی وی ثابت بود از یک دوم سی وی دو. مثال شماره 82، خازن را توسط یک پیل شارژ و پس از شارژ آن را از پیل جدا می کنیم. این کلمه را شنیدی سریع میگی کیو ثابته، قبوله؟ پس چون جدا کرده، کیو من ثابته، دیگه هر چی اتفاقی هم بیفته کیو تغییر نمی کنه. اگر بین صفحات خازن یک دیالکتریک با ثابت کا مساوی دو قرار دهیم، هر یک از کمیت‌های زیر چه تغییری میکنه؟ پس چون الان داری یه دونه قرار میدی، قبلا چیزی گویا نبوده، یعنی کا1 هم بوده هوا، کا2 من شده چی؟ دو. خب من ببینم چه اتفاقایی میفته. قبول داری سی متناسب با کاه، پس سی دو شما نسبتش به سی یک میشود نسبت کادو به کایک، میشه چند برابر؟ دو برابر. یه دیالکتریک که دو گذاشتی، قبلا یک بوده، خب ظرفیت هم دو برابر میشه. پس میتونم بگم ظرفیت خازن دو برابر، بار خازن باریکلا ثابته، ولتاژ خازن، خب میگم کیو میشد سی وی، درسته؟ کیو من که کانستنته، سی من دو برابر شده، برای اینکه اثر این از بین بره باید چند باشه؟ باریکلا یک دوم برابر میشه. حل انرژی خازن، خب انرژی خازن رو میخوای به دست بری، چند تا فرمول داری؟ یو مساوی کدومو بزنم؟ ببین یو دو به یو یک مساوی است با، من الان چی ثابته؟ کیو، پس میگم کیو دو به کیو یک به توان دو ضرب در سی یک به سی دو، این که ثابت یک میشه، سی یک به سی دو هم میشود یک دوم، پس انرژی خازن هم میشود یک دوم. ولتاژ خازن ها اینا ساده بودن، من دیگه نیومدم نسبت کیو دو به کیو یک، سی دو به سی یک، وی دو به وی یک بنویسم. اینو خوب خوب بلد باش، خیلی پرتکراره. در ضمن توی کنکورم معمولا اینجوری نمیدن که چهار تاشو از شما بخوان، دو تاشو ازت میخوان، یکیشو ازت میخوان. حله؟ پس خیلی خیلی مهمه، خیلی هم سوال کنکور قبلا اومده و بعدها هم خواهد اومد. مثال شماره 83، گفته خازن را به مولد وصل میکنیم. خب وقتی که به مولد وصله یعنی چی؟ یعنی ویش ثابته. اگر در همین حال فاصله بین صفحات رو نصف کنیم، پس دی دو می شود یک دوم دی یک، و دیالکتریکی با ثابت سه پر کنیم، پس کادو شده سه تا کایک که هوا بوده، انرژی ذخیره شده در خازن چند برابر میشه؟ ببین قبول داری نصف کردن دی خودش ظرفیت رو چند برابر میکنه؟ سی شما دو برابر میکنه. قبول داری قرار دادن کای سه برابری ظرفیت خازن رو سه برابر میکنه؟ پس من میتونم بگم سی دو من میشه شیشتا، سی یک دو سه تا شیشتا. حالا گفته انرژی خازن چند برابر میشود؟
خب وی ثابته دیگه، پس من میگم یو دو به یو یک میشود سی دو به سی یک، وی دو به وی یک به توان دو. چرا یک دوم ها رو نمی نویسم؟ در روابط مقایسه ای اعداد ثابت کنارن. خب این که یک بود نسبتش، پس سی دو به سی یک هم شده 6 برابر. پس 6 برابر انرژی بیشتری ذخیره خواهد شد. مثال شماره 84 گفته خازن تخت بدون عایقی رو، پس کاش چند هوای یکه. به یاد باشه بدون عایق میگه نمیتونی بگی کا نداره، کاش صفره ها، هوای یعنی یکه. به یک مولد وصل میکنیم و سپس فاصله دو صفحش رو تغییر میدهیم. خب پس یعنی سی داره تغییر میکنه. کدام یک از نمودارهای زیر تغییرات بزرگی میدان الکتریکی بین دو صفحه رو بر حسب تغییرات فاصله دو صفحه بهتر نشان میدهد؟ میدان بین دو صفحه چی بود؟ ای میشد وی تقسیم بر دی. پس یه نکته، رابطه بین ای و دی چگونه هست؟ رابطه معکوسه، چون به باتری وصله ویش که ثابته، قبوله؟ مشکلی که نداره، چون به مولد وصله وی من که ثابته، اصلا نمیتونه تغییر بکنه. پس دی شما زیاد بشه اتفاقی که میفته چیه؟ ای شما کم میشه. دی شما کم بشه ای زیاد میشه. اما یادت باشه رابطه‌ای که شما دارید خب یک رابطه چیه؟ یک ایکسومی هست. نمودارش نمودار چیه؟ در واقع هموگرافیکی هستش، قبوله؟ خب پس من میتونم بگم اینجا که گفته دی زیاد میشه ای هم زیاد، غلطه. اینم گلدن گفته اصلا به دی ربطی نداره، ای همیشه ثابته، هیچ. این آخری هم خب خطی، یعنی حالا اولی شاید یه جوری مثلا میگفتیم بشه، این که اصلا خط اینو داده، این مساوی وی دی داده، اینه درست شد؟ این هم که غلط میشه. اینجا یادت باشه این سوال رو ما به شما دادیم، خب تو این دقیقا شکل نمود، دی که داره زیاد میشه ای شما داره کم میشه. ببین اگر یه چیزی رو به شما توی درس فیزیک بدیم و قرار باشه خب برای فهمیدنش حتما یه بیسی از ریاضی هم داشته باشی، یا اون بیس ریاضی خیلی ساده است، یا اینکه به نحوی توی گزینه ها کمکت میکنه که بدون دونستن اون بیسه هم چه کار بکنی، بتونی به جواب درست برسی. ولی اگر ریاضیشو بلد باشی مطمئنا سریعتر به جواب میرسی. مثال شماره 85 گفته خازنی با ظرفیت 10 میکروفاراد را به یک باتری متصل میکنی، اختلاف پتانسیل باتری چند ولت باشد تا 200 میکروژول انرژی ذخیره شود؟ سوال کنکور سراسری. یورو بت داده، سیرم بت داده، گفته زحمت بکش وی رو به دست بیار. میتونم بگم یو میشد 1/2 سی وی دو. آقا 200 میکروژول میشود 1/2 ضرب در 10 ضرب در وی دو. قبول داری این هم بر حسب چیه؟ میکروفاراد. پس من میکروی این رو با میکروی این میزنم دیگه، تبدیل واحد انجام ندادم. 2 هم در 200 ضرب میکنم 400. 400 شده وی دو، باریکلا وی میشود چند؟ 20 ولت. سوال بسیار بسیار آسون که نمونش بارها و بارها توی کنکور اومده. مثال شماره 86 گفته فاصله بین صفحات خازنی 5 میلیمتر. پس ببین توی حالت اول دیه که من 5 میلیمتره، مساحت هر یک از صفحات آن هم یعنی آش 40 سانتی متر مربع است و بین صفحات هوا. وقتی که هوا هست یعنی چی؟ یعنی کار رو داره به شما میگه یکه. اگر فاصله بین صفحات خازن 4 میلیمتر کاهش یابد. آقا 4 میلیمتر از 5 تا کم بشه یعنی 1 میل میشه. پس من میتونم بگم دی دو من میشود 1 میلیمتر. ظرفیت خازن چند پیکو فاراد افزایش میابد؟ قبول داری سی من میشد که اپسیلون صفر ضرب در آ به روی دی، قبوله؟ ببین الان میتونم بگم فقط دی داره تغییر میکنه، یعنی دی من شده 1/5. 5 بوده الان شده چی؟ 1/5. پس سی دو من میشه 5 تا 31. بهت گفته بگو چقدر افزایش، یعنی دلتای این سیا، سی دو منهای 31 مساوی میشود با 4 تا 31. کافیه 31 رو به دست بیاری ضرب در 4ش کنی. خب اطلاعات مسئله رو که دارم،
میتونم بگم دلتا سی میشه 4 ضرب در کاش چند بود؟ 1. اپسیلون صفر من چنده؟ خودش بهت میده، ولی شما میدونی میشه 9 ضرب در 10 به توان منفی 12. ضرب در آ رو هم به من داده 40 سانتی متر مربع، 10 به توان منفی 4. دی چند بود؟ آقا دارم برای سی یک رو می نویسم، 5 میلی متر. اینم میشه 5 در 10 به توان منفی چند تا؟ 3 تا. میتونم بگم 5 رو با 40 ساده میکنم میشود چند تا؟ 8 تا. 10 به توان منفی 3 که بیاد بالا مثبت، این میشه 10 به توان منفی 1. قبوله؟ از طرفی من میتونم بگم 8 ضرب در 4 میشه 32، با اون میشه 3.2. 9 ضرب در 3.2 میشود چقدر؟ میشود 28.8. اوکی، 28.8. آقا تکلیف این چیه؟ اگه خوب به صورت سوال گوش میدادی بر حسب چی میخواست؟ پیکو. اینم به خاطر پیکو نگه میدارم. جواب میشه گزینه شماره 3. هرچند توی همچین مواردی وقتی عددها فرق میکنه، فقط و فقط عدد رو به دست بیار، دیگه نیاز نیست 10 به توانا رو حساب کنی. مثال شماره 87، سوال کنکور 98. خازنی به ظرفیت 5 میکروفاراد به یک باتری 10 ولتی متصل است. انرژی ذخیره شده در این خازن چند میکروژول است؟ خداییش سوال از این آسان‌تر داریم؟ آقا انرژی رو میخواد، زحمت کشیده دوتا رو بهت داده، سی رو داده، وی رم داده، 1/2 C V2، 1/2 ضرب داره. این بر حسب میکروه، چون آخرم میکرو میخوام دیگه دستش نمیزنم، تبدیل واحد نمی کنم، ضرب داره 5. اینم میشه 10 به توان 2. آقا 10 به توان 2 100 تقسیم بر 2 50، 50 ضرب داره 5 میشه گزینه شماره 2 250. مثال شماره 88، گفته بر روی صفحات خازنی با ظرفیت 24 میکروفاراد بار الکتریکی به اندازه 12 در 10 به توان 4 میکرو کولون ذخیره شده است. اگر 40% انرژی پتانسیل الکتریکی خازن در مدت 0.5 میلی ثانیه تخلیه شود، توان متوسط انرژی خروجی از خازن چند کیلووات است؟ ببین به من C رو داده، Q رو داده، پس من میتونم خیلی راحت U رو به دست بیارم. قبول داری؟ U من میشود چی؟ میشود Q2 بروی 2C. Q من چنده؟ 12 ضرب داره. ببین 10 به توان 4 یه میکرو هم داره، البته میکرو کولونه دیگه، میشود 10 به توان منفی چند؟ 2. اوکی؟ پس من یه بار دیگه اینو می نویسم، 12 در 10 به توان منفی 2 به روی 2 تا C، 24 ضرب در 10 به توان منفی چند تا؟ 6 تا. قبول داری 24 با 12 ساده میشه، میشه 2 2 تا 4 تا، با این ساده میشه میشود 3. اینم بیاد بالا مثبت میشه، کلن میشه 300. U من میشه 300 جول. اما به تو گفته چند درصدش داره تخلیه میشه؟ 40%. پس من میتونم بگم توان من پی من میشود یوه، اون یویی که مد نظرمه، مثلا مفید میذارم اسمشو، تقسیم بر تی، میشود 40% یا 40% ضرب در 300 به روی 0.5 میلی ثانیه. اینم به خاطر میلیش. این دبت ها منفی سه رو دست نمیزنم. چرا؟ چون کیلووات میخواست، کلن نگرش میدارم. آقا ممیز اینو با این میزنم، 300 به 5 میشود چند تا؟ 60. 60 ضرب در 4 میشود چند؟ 240. 10 به توان 3 هم که به خاطر کیلووات تبدیلش کرده بودم، پس میشود 240 کیلووات. جواب گزینه شماره 3. مثال شماره 89، گفته چند از عبارت های زیر نادرست است؟ بسیار سوال مهمیه، میتونه هر کدومش یه گزینه توی تست های مختلف توی کنکور سراسری شما باشه. 1. هنگامی که میگوییم بار الکتریکی یک خازن 120 میکرو کولون است، یعنی بار یک صفحه مثبت 120 میکرو و بار صفحه دیگر منفی 120 میکرو است، کاملا درسته، حواست باشه.
دو، یک خازن تا زمانی شارژ می شود که پتانسیل الکتریکی دو صفحه آن برابر شود. نه خیر، پتانسیل الکتریکی با پتانسیل اون مولد یکی بشه. پس این غلط. یک فاراد معادل است با وات در کولون. وات در کولون آقا درسته؟ من هرچی فکر میکنم اگر این تازه ولت میبود شاید یه چیزایی میتونستم بگم. فاراد میشد چی؟ مربوط بود به سی. سی من میشد کیو به روی وی. درست شد؟ کولون به ولت. چه ربطی به این داره؟ پس این هم غلط. چهار، ظرفیت الکتریکی یک خازن با بار ذخیره شده در آن رابطه مستقیم داره. خداییش دیگه بعد از این همه که من گفتم ظرفیت یک خازن نه به کیو بستگی داره نه به وی بستگی داره، اینو بزنی ناراحت میشم. این که غلطه. بریم سراغ گزینه 5. گفته کاهش اختلاف پتانسیل دو صفحه خازن باعث کاهش ظرفیت خازن میشود. خط بکش. ظرفیت خازن به هیچ کدوم از اینا ربطی نداره، فقط به ساختمان خازن. 6. اگر خازن شارژ شده ای را از باتری جدا کنیم با برداشتن دی الکتریک از بین صفحات خازن، میدان الکتریک بین صفحات خازن افزایش می‌یابد. این گزینه خیلی خوب و مفهومیه. بریم ببینیم چیه. آقا وقتی که از باتری داریم جداش می‌کنیم چه اتفاقی می‌افته؟ من وقتی که از باتری جدا می‌کنم میتونم بگم که کیو من ثابته. اوکیه. حالا دی الکتریک توش دارم برمی‌دارم. پس من میتونم بگم کا کم میشه، چون بالاخره میشه هوا. کاک کم بشه سی من کم میشه، کیو میشد سی وی. این که ثابته، درسته؟ سی من کم شده، پس الزاماً وی افزایش پیدا میکنه. خب میدان بین صفحات خازن چی بود؟ ای میشد وی دیوم. این دوستمون افزایش، اینم که ثابت. پس ای افزایش. بنابراین گزینه 6 هم درسته. پس 2 تا درست داشت، 4 تا نادرست. مثال شماره 90 گفته نمودار ولتاژ دو سر یک خازن بر حسب بار ذخیره شده در آن مطابق شکل زیر است. اندازه تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی ذخیره شده در این خازن بین دو حالت آ و بی چند برابره؟ اندازه تغییرات انرژی ذخیره شده در این خازن بین دو حالت بی و سی است. بریم ببینیم نموداری که داده نمودار چیه. اوه نمودار ویکیوه. تو نمودار ویکیو دلتا یو شما میشه سطح زیر نمودار. پس من میتونم بگم اس من همون دلتا یوه. قبوله؟ پس این رو میتونم بگم اس آبه به اس چی رو میخوام؟ بی سی. اس آبه میشود چی؟ 1/2 ضرب در 5 ضرب در 2 مساحت یه دونه مثلث دیگه اینه. اوکیه؟ بریم سراغ پایینی. پایینی من یک زوزنقه است که یکی از قاعده هاش 2، یه قاعده اش 4. یعنی میانگین قاعده ها چنده؟ 3. 3 ضرب در 5 میشود چند تا مساحت این زوزنقه. ببین کدوم زوزنقه رو دارم میگم؟ این رو دارم میگم. خب جواب چی میشه؟ 5 با این میره، اینم که با این میره، ای بابا جواب شد 1/3. جواب گزینه شماره 3. یه تستی که جاش توی کنکور شما خالیه. مثال شماره 91 صفحه های خازن تختی که ضریب دی الکتریک آن 2.1. پس ببین داره به من میگه کایک من 2.1 و فاصله بین صفحات آن یعنی چی؟ دیه که من 4.2 میلیمتر است را به اختلاف پتانسیل 220 ولت وصل میکنیم. اگر در همین حالت دی الکتریک خازن را بیرون بیاوریم، پس سریع میفهمم که سی داره کم میشه. چرا؟ چون کادوی من قراره بشه هوا، میشود 1. فاصله بین دو صفحه را چگونه تغییر دهیم تا انرژی ذخیره شده در خازن تغییر نکند؟ قبول داری به اختلاف پتانسیل وصله؟ یعنی چی؟ یعنی وی شما توی کل داستان ثابته. پس من میتونم بگم اگه قرار U1 مساوی U2 باشه کافیه که فقط C1 مساوی C2 باشه. چرا؟ چون V1 به توان 2 با V2 به توان 2 برابره. پس C1 مساوی
C2. توی C1 و C2 میتونم بگم K1 A1 D1 مساوی K2 A2 به D2. آقا سطح مقطع اصلا تو بازی نبود، تغییر نکرده. K1 من چنده؟ 2 1/10. K2 چنده؟ 1. D1 چنده؟ 4 2/10. این دوتا با هم ساده میشن، میشود 2. پس من میتونم بفهمم D2 من قراره بشه 2 میلیمتر. یعنی جواب میشه گزینه چند؟ 1. چرا؟ چون به شما گفته بگو چقدر بایستی تغییرش بدیم، یعنی دنبال دلتای دی بود. میشد 4 2 - 2 2 2/10 کاهش. جواب میشود گزینه شماره 1. مثال شماره 92 گفته خازن یک دستگاه دفیبریلاتور به ظرفیت 10 میکروفاراد با اختلاف پتانسیل 5 کیلووولت، قبلا گفته بودیم تحت ولتاژهای بالایی عمل میکنن تا اون ضربان قلب بیماری که نامنظم شده رو منظمش کنه، شارژ شده است. اگر مدت زمان تخلیه انرژی این خازن به بدن بیمار 5 میلی ثانیه، چقدر زمان کمیه، باشد توان پالس جریان آن چند کیلووات است. من میتونم بگم توان میشود U تقسیم بر T. خب C رو داده، V رم داده، چه بهتر که بنویسم 1/2 CV2، درسته؟ پس C من 10 ضرب در 10 به توان منفی 6 میکروه، حواست باشه، ضرب در V2 5 به توان 2، اینم 10 به توان 6، چون کیلو هم به توان 2 برسیم میشه 10 به توان 3 به توان 2، میشه 10 به توان 6، حواست باشه. زمان چنده؟ 5 میلی ثانیه، 10 به توان منفی 3. آقا این با این میره، اوکیه. میتونم بگم توان 2 این رو هم با این میزنم، پس میشه 10 ضرب در 5 50 تقسیم بر 2 25. این دوست گلمونم که اصلا دستش نزدم به خاطر کیلوواتشه، پس میشود جواب من همین عبارتی که جلوشه، 25 کیلووات. مثال شماره 93 گفته تا زمانی که خازن به مولد وصل باشه. آقا وقتی به مولد وصله چی بود؟ اون علامت شارژره یادته؟ آفرین، وی خازن ثابته. پس من میتونم بگم اخبار که کلن غلطه، بار متغیر، این میتونه باشه، حالا اختلاف پتانسیل دو سر متغیر، این هم غلطه، اما اختلاف پتانسیل دو سر میتونه ثابت باشه. و هنگامی که خازن از مولد جدا میشود بار خازن چیه؟ ثابته. بار خازن ثابت، جواب میشه گزینه شماره 3. یه تستی که بارها و بارها کنکورهای گذشته اومده، 1400، 1401، 402 و و و هم خواهد اومد. مثال شماره 94 گفته خازنی به یک باتری که ولتاژ آن قابل تنظیم است متصل است. اگر ولتاژ دو سر خازن از 20 به 15 ولت برسد، انرژی ذخیره در آن چند برابر می شود؟ قبول داری آقا خازن من که ثابته، پس من میتونم بگم U2 به U1 می شود چی؟ C2 به C1، V2 به V1 به توان 2. شما که ثابتید برید کنار. V2 من چنده؟ 15. V1 هم چنده؟ 20. اینا ساده میشن به چند؟ به 5. این به این میشود 3/4 به توان 2. توانش یادت نره ها، میشود 9/16. جواب گزینه شماره 3. تست کنکور سراسری. مثال شماره 95 آخرین مثال این جزوه، بریم ببینیم چی گفته. گفته انرژی اولیه ذخیره شده در یک خازن تخت 50 جول است. پس ببین داره به من میگه U1 هم 50، در حالی که خازن به دو سر یک باتری متصل است. آقا یعنی چی؟ یعنی V شما کلن ثابته، فاصله بین دو صفحه خازن رو از 9 میلیمتر به 10 میلیمتر میرسانیم. خب پس من دارم D رو تغییر میدم، D1 D2. میدونم دی چون داره زیاد میشه سی کم میشه. اگر مساحت هر یک از صفحات خازن 10 سانتی متر مربع باشد، بار الکتریکی ذخیره شده در صفحات خازن به چند میکروکولون میرسد؟ قبول داری میتونی بگی U2 به U1 میشه C2 به C1،
V2 به V1 به توان 2. این که نسبتش 1ه چون ثابته. پس من میدونم C2 به C1 رو هم میتونم خط بزنم بگم میشه D1 به D2. یه جاگذاری بکنیم ببینیم چی میشه. U2 من به U1 هم 50 مساوی میشود با D1 من 9 به D2 من که میشود چند تا؟ 10 میلیمتر. پس از اینجا U2 شما میشود 45 جول. بریم سراغ به دست آوردن Q. من میتونم بگم U2 میشود Q2 به توان 2 به روی 2 تا C. پس 45 میشود Q2 به روی 2 تا C. C چی میشد؟ میشد K که 1ه. اپسیلون 0 9 ضرب در 10 به توان منفی 12 ضرب در A. آمون چنده؟ 10 سانتی متر مربع. پس میگم میشه 10 ضرب در 10 به توان منفی 4. دی چند شد؟ شد 10 میلی متر. پس این هم 10 ضرب در 10 به توان منفی 3. آقا اینو با هم ساده میکنم. این دوست گلمونم با این ساده میکنم، 10 به توان منفی 1 میمونه، درسته؟ یه طرف این وسطه این میکنم، Q2 من میشود 45 ضرب در 2 ضرب در 9 ضرب در 10 به توان منفی چند تا؟ 13 تا. آقا 10 به توان منفی 13 و عددها داره بزرگ میشه. این قبول داری میشه 90؟ من اگه بخوام رادیکال بگیرم کیو میشود، ببین دو تا 9 دارم پس یکیش میمونه، این صفره میشه 10 به توان منفی 12 وقتی در این ضرب بشه. 10 به توان منفی 12 رادیکالشو بگیریم میشه 10 به توان منفی 6. پس 9 ضرب در 10 به توان منفی 6. اسم این چیه؟ 9 میکرو کولون. پس جواب شما میشود گزینه شماره 3. ما تونستیم یکی از فصلهایی رو که سخت‌ترین تستا توی کنکورهای سراسری معمولاً ازش میاد رو برای شما باز بکنیم. خیلی از بچه‌ها میگن سوالات این فصل سخته. سخته. اما نه برای تویی که الان نزدیک به 100 تا تست رو حل کردی. یادت باشه شما برای اینکه تو کنکور نتیجه بگیری نیاز به سر و صدا نداری. نیاز به چی داری؟ تمرین و تکرار داری. برای شما یک جمله ای رو گذاشتیم از آقای آلبرت انیشتین، گفته دو چیز خیلی سر و صدا میکنه، یک خورده معلومات، دو خورده پول. یادت باشه ما قراره بدون سر و صدا بریم تا اوج موفقیت.